سلام علیکم امروز کریر با تیم غول شما قسمت سوم هستیم. با چه تیمی؟ قسمت قبلی که گفته بودم کامنت بذارید، کامنت خانم زهرا ظهوری با 289 لایک بیشترین لایک رو گرفت و یه اشکال کوچیکی داره، اینه که ترکیبشو ننوشت، فقط بازیکنان رو نوشته که من بازیکنان رو میخونم. ترکیب اصلی اوبلاک، دیاز، فنداگ، آرنولد، دیویس، کانته، دیانگ، کوین دبروینه، نیمار، امباپه یا رونالدو استی بازی بشه، یعنی بازیکنی که خودم دوست دارم میتونم استی بازی بدم یا امباپه یا رونالدو. و رایت وینگ هم مسی، تعویضی هم آلیسون، پدری، فودن، کانسلو، مارک، هالند. حالا یه دونه از اون امباپه رونالدو که انتخاب نکردم واسه استیو میذارم توی تعویضی. اینم از ترکیب خانم زهرا ظهوری. همین الان کامنت کنید که چند تا کاپ میتونیم با این تیم غول بگیریم دیگه، به همین سادگی. لایک های این ویدیو 1500 تا رو رد بکنید، میریم واسه قسمت بعدی. بیش از این وقتتون نمیگیرم. 1 2 3 برو بریم. بریم که این تیم قولو بسازیم با این آقا. خب اس جواد، فامیلی زلزله، از ایران، ادوانس. برو بریم. کلابی هم که میخوایم انتخاب کنیم مثل همیشه منچستر سیتیه، 1 میلیون دلار و ادوانس. برو بریم که بازیکنها رو دونه به دونه تو لیست اضافه کنیم و بریم واسه خریدش. خب اینم از لیست، کوین و کانسلو و فودن هم که آلردی توی منسیتی هست، پس میمونه اوبلاک، فنداک، آرنولد، دیویس، کانته، دیانگ، نیمار، مسی، امباپه، رونالدو و آلیسون و پدری و مارک و هالند. اینم از بازیکنهایی که باید بخریم. بریم سراغ اولین خریدمون. از کی شروع میکنیم؟ از آقای کیلیان امباپه شروع میکنیم. اوکی، استرلینگ رو نمیخوان، 389 میلیون هم میخوان. ریاد محرز چطور؟ با یه ترانسفر 129 میلیونی چطوره؟ اینم نمیخوای، 380 خوده ای، خیلی گرونه سلطان. 389 میلیون میخواد. اوکی، کیلیان امباپه ور شورت، پولشو میدیم، یکم گرونه ولی دادیم رفت. 280,000 تا اکسپت. آقا امباپه آمد. بریم سراغ نفر بعدی که نیمار جونیور دا سیلوا هستش. برو بریم. به به، 140 میلیون به علاوه رحیم استرلینگ، خداییش نابعال. رحیم رو دادیم رفت، نیمار رو گرفتیم و بریم صحبت با خود نیمار جونیور دا سیلوا. 270,000، 10,000 تا فقط از امباپه کمتر خواست. نیمار هم گرفتیم و نفر بعدی که میخوایم پیشنهاد بدیم، بریم سراغ بانک دیانگ. دیانگ 140 میلیون. اوکی، 299 میلیون بدیم که دیانگ رو بگیریم. خب نه، بذار صحبت بشه با کلابت. 300 میلیون یکم زیاده بخوایم بدیم. بله، برناردو سیلوا. ببین تقریبا 300 میلیون رو کردیم، 141 میلیون برای برناردو سیلوا که اصلا استفادهش نخواهیم کرد. بریم با خود دیانگ هم صحبت داشته باشیم. 185، اوکی، رواله و آقا دیانگ هم گرفتیم. این هم از این سه تا بازیکن رو گرفتیم. بریم بقیه بازیکن‌ها رو بگیریم و بیاریمشون تو ترکیب، ببینیم که ترکیب چه چیزه بمبی میشه. پس برو بریم. خب آقا ما بازیکن‌ها رو خریدیم. متاسفانه ماشاءالله انقدر که بازیکن‌ها خرج داشتن و ما پول خرجشون کردیم، با اینکه کلی بازیکنم دادیم رفت، ولی آلیسون، مارک، پدری و هالند رو نتونستیم بگیریم. یعنی تو رو خدا دقت کنید آقا، دیگه به قول معروف به کیسه خلیفه نبخش، به کیسه خلیفه بسته نشده این پولای ما و نرسیدیم ما این آلیسون و مارک و پدری و هالند رو بگیریم. ولی بریم که تیمو داشته باشیم. همون تیمی که گفته بودید، ترکیب اصلی همونه، یعنی اون بازیکنایی که واسه ترکیب اصلی خواسته بودین اولویت رو اونا بود و اونا رو گرفتیم. ولی واسه تعویضیا یکم اوضاع بده، فقط رونالدو رو تونستیم بگیریم. آقا فودن، کانسلو هم که داشتیم، رودری هم هر چی خواستم پیشنهاد بدم که بازیکنای دیگر رو بگیریم فایده نداشت و نتونستیم بگیریم و تصمیم گرفتم که حالا رودری هم تو اینجا بذاریم و حالا با همین تیم بریم ببینیم که اوضاع چجوره دیگه. نتونستم اون تمام بازیکن رو بگیرم، خیلی مهمه که بچه‌ها اون
به قول معروف دیگه همه بازیکن خفنا رو ندید، نگید که ما بگیریم، چون بالاخره دیدید که آخرش پول نرسید که بازیکن خفنای دیگر رو بگیریم. و یه تیمی که بشه گرفتی، خلاصه اینو نتونستم من تو این قسمت بگیرم. بریم که اولین بازی فصل رو داشته باشیم، ببینیم که آیا کاپ اولو برنده میشه یا نه. آها، یه بار دیگه ترکیب من نشون بدم، یادم افتاد که رو ترکیب بخونم: نیمار، امباپه، مسی، کانته، دیانگ، کوین دی بروینه، فنداک، دیاز، دیویس و آرنولد 11 تای اصلی ان. اوبلاک هم که دروازه‌بانه. یه نکته دیگه، بازم توی کامنت ننوشته بودید که آقا با چه ترکیبی دقیقا این بازی کنیم. دوباره من 4-3-3 که خودم دوست دارم و گذاشتم. لطفاً اون ترکیبی که دوست دارید اون تیم باش بازی کنه رو تو کامنت ها واسه هم بنویسید، که متأسفانه واسه این قسمت ننوشته بودید. حالا بریم ببینیم که اولین بازی کاپو میگیریم یا خیر. این شما و این اولین کاپ، کاپ از لستر سیتی گرفتیم. بریم که بازی بعدی داشته باشیم. خب تونستیم که یه پولی جور بکنیم و آقای پدریو تونستیم اضافه بکنیم. رودریو دادیم، پدریو گرفتیم هم وزن. ولی خب سه بازیکن دیگه، هالند، مارک و آلیسون، نتونستیم واسه این تیم غول بیاریم. بریم که شروع بکنیم ببینیم این تیم غوله که گفته بودید چیکار میکنه. اولین بازی مساوی با تاتنام، دومین بازی با نورویچ در داخل خانه 2-1 بردیم، بازی بعدی با آرسنال 3-0 بردیم. نایس، تا الان تیم خوب بوده. بازی بعدی با لستر خارج از خونه 4-1 بردیم، UCL با پاریس 3-1 باختیم، تو UCL خوب نبودیم. ساوثهامپتون 3-2 بردیم، کاپو 3-0 بردیم، این کاپ خیلی سخته بردنش. چلسی رو 3-1 زدیم، UCL خارج از خونه 2-1 بردیم. لیورپول این بازی فوق العاده حساس، 2-2 مساوی. بازی بعدی تو خونه 1-1 مساوی، UCL بعدی خارج از خونه 3-1 زدیم، UCL احتمالاً سود بکنیم. برایتون هم 3-1 زدیم، کاپو 3-1 بردیم، خوب نتیجه گرفتیم. کریستال پالاس رو 2-1 تا گفتم بد نتیجه گرفتیم، 3-1 UCL زدیم. نایس. منچستر یونایتد 2-2 مساوی با این تیم قول. اورتون رو 1-1 زدیم، UCL خارج از خونه احتمال زیاد ببازیم. به نه 3-2 بردیم، واو این خیلی غیر منتظره بود. 2-2 مساوی. استون ویلا رو 2-1 زدیم، واتفورد رو 3-0 زدیم، UCL رو 3-1 زدیم، UCL سود کردیم 120%. با وولفز 3-1 زدیم، با لیدز 2-0 باختیم تو خونه، نیوکاسل هم مساوی کردیم. بریم یه نگاه داشته باشیم به جدول، ببینیم که اوزامون توی جدول چطوره. توی کوارتر فاینال هستیم، توی کاراباو کاپ، تو امریتس اف ای کاپ، هنوز اینجا مشخص نشده، اف ای کامیتی شیلد هم که قهرمان شدیم، توی پریمیر لیگ اول جدول هستیم، پشتمون منچستر یونایتد با 36 امتیاز، هم امتیازیم، و اونور آرسنال هم 36 امتیاز. بازی ها فوق العاده حساسه و 3 تا 36 امتیازی داریم. توی چمپیونز لیگ هم با کی قرار بازی بکنیم؟ با سویا که اونقدر کار سختی نخواهیم داشت. بریم ببینیم که چه کار خواهیم کرد. تا قبل بازی منچستر بریم که ببینیم تا اون موقع فصل چطور پیش بره. 2-1 زدیم تاتنهام تو کاپ، 3-1 لستر رو زدیم، 2-2 اینجا مساوی کردیم، آرسنال رو 3-1 زدیم. اوه اوه اینجا کاپ های فراوانی داریم. 1-1 مساوی کردیم، اوی کاپ 3-2 زدیم. تو کاپ خوب داریم نتیجه میگیریم. با چلسی تو خونه بازی داریم، 3-3 مساوی. با ساوثهامپتون خارج از خونه 2-2 مساوی، مساوی داره کار دستمون میده. 3-0 کاپ رو زدیم، اینجا بازی قبل 1-1 مساوی کردیم، اینجا 2-1 زدیم. اوکی کاپا رو میگم خوب داریم نتیجه میگیریم. بازی بعدی تو خونه 3-2 زدیم، نورویچ رو 5-1 زدیم، سویا بازی رفت 3-2 خارج از خونه بردیم، تاتنهام رو چپ و راست داریم میزنیم 3-1 بردیم، کاپ رو اینجا از استونویلا 4-2 زدیم. نایس، کاپ چلسی رو 2-0 زدیم، فوق العاده خوب داریم توی کاپ با این تیم میریم.
دو امتیاز اختلاف امتیاز اون با منچستر یونایتد هستش، ولی خب یه بازی کمتر داریم. بریم ببینیم که آیا منچستر رو میتونیم اینجا بزنیم. منچستر یونایتد رو 1-1 مساوی کردیم و حالا میرسیم به بازی با بازی با سویا توی UCL که 3-2 رفت زدیمش. تو پریمیر لیگ دو امتیاز فاصله داریم، میتونیم برسیمش. امیریتس اف ای کاپ وضعیتمون خوبه، راند آف 6 با وولفز بازی داریم، خیلی خوب داریم پیش میریم. کاراباو کاپ قهرمان شدیم، بله حدس میزنم استون ویلا رو که زدیم قهرمان کاراباو کاپ شدیم. تا الان دو تا کاپ بردیم، اف ای کامیونیتی شیلد، کاراباو کاپ، امیریتس اف ای کاپ مونده و پریمیر لیگ و چمپیونز لیگ. ببینیم که کدومشو میتونیم بگیریم. چمپیونز لیگ یکم دور از دسترسه ولی لیگ در دسترسه. بریم که بازی بعدی رو داشته باشیم دیگه. برو بریم با UCL 3-1 زدیم. UCL رفتیم راند بعدی، وولفز رو توی کاپ زدیم 3-1. واو رفتیم راند بعدی، با برایتون بازی داریم در داخل خانه که باید بزنیم. واو مساوی، همین مساویه باعث میشه که منچستر یونایتد از ما فاصله بگیره. اورتون رو 2-1 زدیم و بله UCL با بارسلونا بازی داریم. اول بازی تو خونه 2-2 مساوی کردیم، بازی بعدی با لیورپول 2-1 زدیم، بارسلونا 3-2 زدیم. UCL بعدی با رئال، بارسا رو که زدیم، بعد با رئال چاریچ اینجا وولز رو میزنیم، کریستال پالاس رو 2-0 زدیم، لستر رو اینجا تو کاپ 4-0 زدیم، اینجا رئال رو 1-1 مساوی کردیم، لیدز رو اینجا 3-2 بردیم. چقدر داره خوب نتیجه میگیره این تیم. بازی بعدی ببینیم که آیا میتونیم رئال رو توی خونه ببریم و UCL بریم بالا، که واو 2-1 باختیم و UCL همینجا واسمون تموم شد. و بله و بله UCL رو نتونستیم بگیریم، ولی یه کامبک خوشگل توی پریمیر لیگ داشتیم، یه بازی کمتر 4 امتیاز بالاتریم. توی اف ای کاپ راند آخریم، یعنی فاینال با کاردیف داریم که احتمال زیاد بزنیم. کاراباو کاپ رو قهرمان شدیم، اف ای کاپ رو نزدیک قهرمانی هستیم، چمپیونز لیگ که نتونستیم قهرمان بشیم، اینو که قهرمان شدیم، اف ای کاپ رو فینالش هستیم، کامیتی شیلد رو قهرمان شدیم، پریمیر لیگ هم احتمالا قهرمان بشیم، که فکر کنم اگر این قهرمانی ها رو بگیریم با اختلاف بهترین قسمت بوده و بیشترین به قول معروف بیشترین کاپ رو برنده شدیم، یعنی 4 کاپ. بریم ببینیم، 3-2 زدیم، اگر لیگا رو بزنیم 3-1 احتمال زیاد قهرمانی رو گرفتیم. اینجا 3-2 کاپ هم زدیم، قهرمانی بعدی، قهرمان پریمیر لیگ هم احتمالاً شدیم. 0-0 مساوی و آخرین بازی رو 1-1 مساوی کردیم و بله قهرمان پریمیر لیگ هم شدیم با 82 امتیاز. منچستر یونایتد 77 امتیاز بود. عجب فصلی بود، عجب تیمی بود. با اینکه سه تا از بازیکنایی که گفته بودن آلیسون، هالند و مارکو نتونستیم بخریم، قهرمان پریمیر لیگ شدیم با 5 امتیاز اختلاف. قهرمان اف ای کامیتی شیلد شدیم همون اول کار، قهرمان امریتس اف ای کاپ که به نظر من سخت ترین قهرمانی توی این قسمت های کریر همینه، چون کلی بازی باید بکنیم و یه باخت تموم کارت، ولی این تیم فوق العاده خوب کار کرد. و قهرمانی کاراباو کاپ 4-2 بردیم، یعنی 4 قهرمانی پریمیر لیگ، کامیونیتی شیلد، اف ای کاپ و کاراباو کاپ. و توی چمپیونز لیگ هم متاسفانه به رئال مادریدی باختیم که توی سمی فاینال، توی نیمه نهایی ما رو برد و میتونستیم حتی چمپیونز لیگ هم قهرمان بشیم، ولی فوق العاده تیم خوبی بود. این قسمت لذت بردم، از 5 تا کاپ 4 تاشو بردیم و یه دونه چمپیونز لیگو نتونستیم قهرمان بشیم. توی کامنت ها واسه قسمت بعدی تیمی رو بنویسید که ایشالله همه جامعه ممکنه قهرمان شیم. بریم واسه خداحافظی خوشگل. خب دوستان، اینم از 4 قهرمانی این تیم غول، تیمی که واقعا 3 از بازیکنها رو نتونستیم بگیریم، ولی با وجود اون 3 بازیکنی که نگرفتیم فوق‌العاده خوب کار کرد و 4 قهرمانی رو تونستیم بگیریم. لایک های این قسمت 1500 تا رد کنه میریم واسه قسمت بعدی. حتما واسه قسمت بعدی گلاتونو میام، گلاتونو
ترکیبایی که دوست دارید و کامنت بذارید و هر کامنتی که بیشترین لایک رو خورد میریم واسه قسمت بعدی و همین دیگه. امیدوارم یه تیمی رو بنویسید که قسمت بعدی همه جامعه ممکنه رو قهرمان بشیم. اکو که گفته بذار 500 رد کنه، کامنت هم بذارید، انرژی بدید، هم انرژی بدید هم ترکیب خودتون رو بنویسید که دوست دارید با اون تیم بریم. و اگر چندم سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنید و همین دیگه. خیلی دوستتون دارم، موضوع خوبیاتون باشید، تا ویدیو بعدی چاکس فعلا.